چند حکایت از امام محمد باقر علیه السلام. ابن خدا از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که فرمود پدرم امام باقر کثیرالذکر بود، خدا را بسیار یاد میکرد. من در خدمت او راه میرفتم، میدیدم که خدا را ذکر میکند. با او به طعام خوردن مینشستم، میدیدم که زبانش به ذکر خدا گویاست. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکست میدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد نکست میدیا را سابسکرایب کرده و از زنگوله را نیز فشار بدین. همچنان برای حمایت از ما ویدیو ما را لایک کنین. کثیرالذکر. ابن خدا از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که فرمود پدرم امام باقر کثیرالذکر بود، خدا را بسیار یاد میکرد. من در خدمت او راه میرفتم، میدیدم که خدا را ذکر میکند. با او به طعام خوردن مینشستم، میدیدم که زبانش به ذکر خدا گویاست. با مردم سخن میگفت و این کار او را از ذکر خدا مشغول نمیکرد. من مرتب می دیدم که زبانش به سقف دهانش چسبیده و می گوید لا اله الا الله. او در خانه ما را جمع می کرد و می فرمود تا طلوع خورشید خدا را ذکر کنیم. هر که قرائت قرآن می توانست امر به قرائت قرآن می کرد و هر که نمی توانست امر به ذکر خدا می فرمود. تسلیم. گروه به محضر امام باقر علیه السلام مشرف شدند. دیدن امام بچه دارد مریض است و حضرت در مرض او بسیار ناراحت و بی آرام است. آنها پیش خود گفتند خدا نکند که این کودک بمیرد، وگرنه به خود امام احتمال خطر می رود. در این میان صدای زنان بلند شد. معلوم شد که کودک از دنیا رفته. بعد از اندکه امام علیه السلام به نزد آنها آمد، ولی خوشحال و قیافش باز بود. گفتند خدا ما را فدای تو کند. شما در حال بودید که ما فکر میکردیم اگر اتفاق بیفتد شما به وضع درایید که موجب غصه ما باشد. ولی میبینیم که قضیه برعکس شد. امام فرمود ما دوست میداریم که محبوب و عزیز ما در عافیت باشد. و چون قضای خدا بیاید تسلیم آن کار می شویم که خدا دوست داشته است. خدایا مرا مورد غضب قرار مده. غلام امام باقر علیه السلام که افلح نام داشت می گوید با آن حضرت به زیارت حج رفتم. امام چون وارد مسجد الحرام شد به کعبه نگاه کرد و با صدای بلند گریست. گفتم پدر و مادرم فدای تو باد. مردم تماشا می کنند، بهتر است صدایتان آهسته باشد. فرمود چرا گریه نکنم؟ شاید خداوند با نظر رحمت به من نگاه کند که فردای قیامت پیش او بر رستگاری برسم. آنگاه بیت را طواف کرد و آمد در نزد مقام ابراهیم نماز خواند و چون از سجده سر برداشت دیدم جای سجدهش از کثرت اشک تر شده است. آن حضرت چون می خندید می گفت خدایا مرا مورد غضب قرار مده. محبت اهل بیت علیه السلام. برید بن معاویه عجلی میگوید محضر ابی جعفر علیه السلام مردی که از خراسان آمده بود داخل منزل آن حضرت گردید. او پاهای خود را نشان داد که در اثر پیاده رفتن چاک چاک شده بود. گفت من از خراسان آمدم، به خدا قسم مرا از خراسان و از راه دور به اینجا نیاوردم مگر محبت شما اهل بیت. امام علیه السلام فرمود به خدا قسم اگر سنگ هم ما را دوست بدارد خدا آن را با ما محشور خواهد فرمود. آیا دین جز محبت چیز دیگر است؟ یعنی دین در محبت خلاصه نمی شود. امام باقر علیه السلام و ابن منکدر. عبدالرحمن بن حجاج میگوید امام صادق علیه السلام فرمود
محمد بن منکدر می گفت فکر نمی کردم که علی بن حسین یعنی امام سجاد جانشین بگذارد که در فضیلت مثل خودش باشد. تا محمد بن علی یعنی امام باقر را دیدم خواستم او را معزه کنم. او مرا معزه کرد. یارانش گفتند جریان از چه قرار بود؟ گفت در وقت که هوا گرم بود به بعضی از نواحی مدینه رفته بودم. محمد بن علی علیه السلام را دیدم مرد تنومند بود. به دو نفر غلام سیاه تکیه کرده بود. پیش خود گفتم این مرد بزرگ است از بزرگان قریش. در این ساعت در این حال در طلب دنیا. ای نفس گواه باش که او را معزه خواهم کرد. پیش رفتم و سلام کردم. جواب سلامم را داد در حالی که از خستگی به سختی نفس می کشید و عرق می ریخت. گفتم تو بزرگ از بزرگان قریش هستی، در این هوای گرم، در این حالت عرق ریزان، در طلب دنیا، اگر اکنون مرگ شما را دریابد در چه حال خواهید بود؟ امام بر شنیدن این سخن غلامان را رها کرد و به دیوار تکیه داد و فرمود به خدا قسم اگر در این حال عجلم فرا رسد در طاعت از طاعت خدا مرگم رسیده است، خودم را از محتاج بودن به تو و امثال تو حفظ می کنم. من در صورت از مرگ می ترسیدم که در معصیت از معاصی خدا عجل مرا دریابد. گفتم خدایت رحمت کند، خواستم تو را معزه کنم ولی شما مرا معزه فرمودید. سلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امام باقر العلوم علیه السلام. ابان بن عثمان میگوید امام صادق علیه السلام به من فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روز به جابرین عبدالله انصاری فرمود تو آنقدر زنده میمانی تا فرزند من محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب را که در تورات ملقب به باقر است زیارت کنی و چون او را دیدی سلام مرا به او برسان. سالها گذشت. روز جابر به خانه علی بن حسین یعنی امام سجاد داخل شد. محمد بن علی یعنی امام باقر را که جوان بود در آنجا دید. گفت جوان پیش بیا. او پیش آمد. گفت راه برو. او راه رفت. جابر گفت عجباً به خدای کعبه قسم شمایل این جوان شمایل رسول خداست. آنگاه به علی بن حسین علیه السلام گفت این جوان کیست؟ فرمود این پسر من و ولی امر بعد از من محمد باقر است. جابر با شنیدن این سخن برخاست و بر پای آن حضرت افتاد و می بوسید و می گفت جانم به فدایت یا بن رسول الله سلام پدرت را قبول کن، رسول الله بر تو سلام می فرستد. چشمان ابی جعفر علیه السلام پر از اشک شد. بعدن فرمود و سلام بر تو یا جابر در مقابل سلام آن حضرت. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکس میدیا. برای ویدیوهای این چونینی نکس میدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیو ما را لایک کنید. خدا نگهدار.
خوب.